نظرتون رو بشنویم در مورد جناب آقای آنجانیک. آنجانیک هم که تنظیم کننده استثنایی درجه یک ایرانه، برای من مقام شماره یک به واروژان تعلق میگیره طبیعتا، ولی آنجانیک هم انسان درجه یکی بود، آرتیست بزرگی بود، تنظیم کننده مهمی بود، آهنگساز خوبی بود. یکی از کارهای آخر من در ایران با ملودی های اوست، ترانه نفس با صدای خانم آتشین، یک اجرای آزمایشی هم از بسته داریوش، کلمات اجرای رسمی نیست، اصلا نباید منتشر میشد. اینا هم کار غیر قانونی است که دیگه توی این سالها شکل گرفتن. آنجانیک یه بخشی داره که خب طبیعتا من دوست نمیدارم، به خودش مربوطه. هر کدوم از ما شاید یه بخشایی داشته باشیم که دیگری دوست نداشته باشیم. اون انتخاب سیاسیشون خیلی برای من عجیب بود، برای اینکه در شرایطی که شما همه جا اعلام کردی که من مشروط طلبم و هوادار رژیم پیشین، بعد یه ناگهان از یه جای دیگه سر در میاری و برای اینا با هم مچ نیستن. من وقتی که آقای خواننده ای رو میبینم، همین چندی پیش شدم که یه جایی داره باز از ناگهان باز ورق رو بر میگردونه و حالا از شکوه روزگار گذشته میگه که من اینجوری بودم و اونجوری بودم. اینا بلافاصله تو به این فکر میکنی که همین صدا، همین آدمی که داره اینا رو میگه، چند سال پیش در برابر یک خانمی، یکی از رهبران این سازمان‌های سیاسی، میگفت خانم جان من وقتی که آمدم تو سالن که بخونم خروسک داشتم، همین که شما رو دیدم صدام باز شد. حالا الان همین کسی که اینا رو گفته، حالا الان داره وارونش رو میگه. من عاشق رژیم گذشته بودم، خیلی هم خوب بودم. ایرادی نداره که آدم ها قد بکشن، یعنی ایرادی نداره که درستش هم همینه، ولی باید صادقانه این اتفاق بیفته. برای که من نمیدونم فردا بازی چیز دیگه میگی، یعنی به همین خاطر کارنامه مهمه. کارنامه نشون میده که کی کیه، کی چه کرده، کی چه میکنه، کی قراره چه بکنه. پس روی کارنامه انگشت بگذاریم، روی کارنامه کار بکنیم، ببینیم چرا فلانی رو دوست داریم و فلان کسک رو دوست نداریم. بذاریم کارنامه شو دیگه. این تفاوت ها رو باید دریابیم، باید ببینیم. یعنی منظورم اینه که یه خود باید همه چیز رو جدیتر بگیریم. اینجوری نباشه که چون تو خونه میگیم باد بدکا تیتر بزنیم، آلبوم باد بدکا به چاپ دوم. اگر نمیدونیم از ما یاد بگیریم.